بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير من عباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني افقه قولي إلهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي في شكر أهل بيت عليهم السلام خاص سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات مرحمته اللهم صل على محمد وآل محمد عجل. سال گذشته توفیق داشتیم در این محفل محضر شما راجع به نفاق و خطرناکتر از نفاق گفتگو کردیم. بعد از دهه اول هم یه 13-14 شبی اون بحث رو ادامه دادیم، منتها گوشه های مهمی از اون موند. خلاصه با استخاره که محضر شما رسیدیم، ظاهرا هنوز با منافقین سر و کار داریم و این دهه رو هم به فضل الهی انشالله همون موضوع رو ادامه بدیم از ابعاد دیگری. یه مقدمه ای عرض میکنم. به سنت سال پیش جلسه اول رو به یه بحث یک جلسه اختصاص میدم که ورودیه به محرمه، که فرصت عظیم الهی اتفاق افتاده، یک بار دیگه سفره گسترده کرم سید الشهدا صلوات الله علیه ما رو فرا گرفته. امید داریم سید الشهدا به ما نظر کنه، استفاده کنیم. بحث نفاق رو که مطرح کردیم محضر شما، نکات تاریخی رو از ماجرای نفاق خدمت شما عرض کردیم. این بحث ها خیلی بحث اجتماعی روزیه. اگه من میخواستم مثلا به عنوان سخنران پیش از خطبه حرف بزنم و تطبیق مسائل روز کنم، یکی از جنجالی ترین مباحث هفته میشد. امتنا میکنم از این که مصداق مسائل روزشو عرض کنم خدمت شما، ولی این بحث مهمیه. جریان نفاق رو باید جدی گرفت. وقتی رسول الله که اعظم مخلوقاته، تیزهوشترین فرد نابغه است، مؤید به روح القدسه، با وحی ارتباط داره، خانه او توسط منافقین رصد میشه، گراداده میشه، شما ببینید هر ارکان قدرت دیگری هم که ولو حق باشه، یا رسول الله حق محض، لب حقه، هر جای دیگری هم که احتمال داشته باشه که اونجا اسلام قدرت داشته باشه، جریان نفاق قاعدتا حضور باید داشته. چون نمیخوام خدای نکرده بی ادبی بشه یا مصداق بگم، فقط اشاره میکنم از مرجع یا فضای مرجعیتی که جریان نفاق بهش دل بسته، از ارکان قدرت سیاسی که فضای نفاق بهش دل بسته، از تنوع رفتاری که جریان نفاق داره. موضوع رو خیلی پر اهمیت میکنه. اگه جریان نفاق شناخته نشه، سال گذشته عرض کردیم خون مطهر سید الشهدا صلوات الله علیه باید ریخته بشه که پرده کنار بره. اونایی که عرض کردیم اونو میخوام تکرار کنم. بیدار نبودن جامعه باعث میشه که خون ریخته بشه، کما اینکه بیدار نبودن جامعه امیرالمومنین صلوات الله علیه در برابر منافقین به حکمیت و شهادت امیرالمومنین انجام میده. هر جا اسلام قدرت پیدا کرده جریان نفاق، مفصل سال گذشته توضیح دادیم چون اسوات ناقابلش هست ما تکرار نمی کنیم، هر جا قدرت دیدیم اونجا جریان نفاق هم. ببینید آقا، شما تو کشورهای اروپایی شاید شنیده باشید بگن آقا مردم اینجا اصلا اهل ریا نیستن. شنیدید؟ چون نیازی ندارن ریا کنن. خب همون
پیش و اشرافشون میکنن، کسی هم کاری باشون نداره. اونجایی که ایش و اشرت بخواد بکنه یا بخواد مسیری بره محدودش کنن، آسیب ببینه، اونجاست که پرده به صورت میندازه. اونجایی که ریا کنه سود میبره، ممکنه یه نفر هم مثل من باشه معاذالله ریشش رو بلند کنه. اونجایی که بترسن فکر کنن تو فرانسه مثل داعشی هست که شغل بهش ندن، او اونجا مرض نداره، حتی داعشی دایی نداره. منافقین عاقله دارن آقا، اون چیزی که جریان بچه های حزب اللهی ندارن متاسفانه، یعنی گوش به حرف کسی نمیده. منافق ولایت مداره، بله، در برابر ولایت طاغوت. وقتی من بررسی میکردم میدیدم رسول الله این همه تبلیغ کردن، باز برای جریان های نفاق خاص برنامه ریزی کردن، شبای آینده مفصل عرض میکنن. اون چیزی که گوهر بحث بنده هست امسال مرجعیت منافقه. میخوام امسال براتون یه کمی توضیح بدم چطور میشه مرجعیت عظمای مثلا 80 ساله ریش سفیدی تهش مبرر خون صدیقه طاهره بشه. این تو همه جامعه ها میتونه باشه، چون خیلی بحث حساس خطرناکی. من ابدا به مسائل روز سعی میکنم نزدیک نشم، ولی بدونید به مسائل روز نظر دارم. هر کی با هر دیدگاهی بره بررسی کنه میبینه چی حرف میکنه. مرجع سازی شد سال 60 که خون مترسید و شده ریخته شد. حالا میارم اسنادشو با هم ببینی. اساسا مسئله مگه شوخی شما پسر پیغمبر رو بکشیش آب از آبم تکون نخوره؟ جوری صحنه سازی کردن تاریخ رو که بزرگان ما از شیعه گول اینا رو خوردن. جریان انفاق خیلی جریان پیچیده، گاهی مثل یه شطرنج باز جوری عمل میکنه که اگه آدم حب و بغض دینی نداشت بنازم به این حرکت. در داهیگری و زیرکی فعال و کار میکنه و ولایت مدارانه کار میکنه. همه همتشو میگذاری جوه یه نفر مرجع میکنه، اونقدر تبلیغ میکنه که شما خیال میکنی اعلم علماست. ابن عباسیه که ابن عمریه که راجع بهش زیاد این شبا صحبت خواهم کرد، خیلی آدم مقدسیه. 60 سال خلاصه درس خارج داشت اون موقع صدر اسلام، تا سال 70 خورده ای که از دنیا رفت. دفتر این آدم خیلی کارهای تبلیغاتی عجیبی کرد تا خون سید الشهدا رو هدر کنن. بحث ادامه پارسال دیگه هست. سید الشهدا به شهادت رسید که با جریان نفاق مبارزه کنه، نگذاره او به پرده دری بیفته. اونا بیکار ننشستن. یا آیت الله درست کردن. اینی که میخوام بگم معاذ الله بی‌ادبی نیست، میخوام ذهنتون نزدیک بشه. یعنی جریان نفاق که آرم رو سینش نمیزنه انی من المنافقین، که نمازش از شما غلیظتره، پیشانیش پینه بسته تره، ریشش بلندتره، سفیدتره، تومنینه نمازش بیشتره. بله، یه جریانی از آقامو الاسطلات قامو کسالا، اون یه جریانه، اون یه جریانی توش هست که جریانی که 1400 سال امام اکثریت مطلق شیعه است، اکثریت مطلق غیر شیعه است. اون نه، اون ظاهر رو حفظ میکنه در کشتن حشرات احتیاط میکنه، خون ناحق نباید ریخته. در قتل سید الشهدا جریان رو توجیه میکنه.
اساساً 20 سال 10 سال یه بار حرف میزنه، همیشه سکوته. یه نمونه شو عرض کنم، بحث امشب هم که تک جلسه ای امشبه که ورودی محرمه رو بگم، باقیش انشاءالله بذارم برای فرداشم. خبر شنید که بعد از شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه عده‌ای در تحرکن اعتراض کنن. بعد از سکوت فراوان سفر کرد در سراغ سرکرده اینها عبدالله ابن مطیع، گفت به به یا ابا عبدالرحمن خوش آمدی، آقا تخت بیارید برای آقا، قلیون رو چاک کن. نه نه اومدم که بشینم، اومدم اون چه از پیغمبر شنیدم بگم و برم. گفت در خدمتی هم یادگار خلیفه ای هم فقیه امتی، درس خارجتون شروع بردم دلالله. گفت من خلع یدن من الطاعه، از پیغمبر شنیدم که اگر کسی دستش رو از اطاعت حاکم جامعه اسلامی دور کنه، تضعیف کنه نظام اسلامی رو. منظورش از تضعیف نظام اسلامی حکومت یزیده. فماتر میتته میتتن جاهلیان، کافر مرده. آقا من چه کنم؟ گفت مردم رو گمراه نکن، به دستور رسول الله عمل کنید، به شرع انور عمل کنید. چیه شرع انور؟ تضعیف نظام اسلامی نکنید. ببینید همش حرفای قشنگه، اونتا مصداق حکومت یزیدی رو بحث میکنیم با هم و موفق هم شده. موفق شدن که انشاءالله براتون عرض خواهم کرد که از علمای قدیم شیعه و جدید شیعه گاهی تو دام آموزشی اینا گیر افتادن، تست و اشتباه زدن. سید مرتضی باش لغزی تو تحلیل میخونیم با هم ببینیم. مرحوم علامه شهید بزرگوار آیت الله مطهری اعلی الله مقامه شریف که حق حیات گردن ما داره، یه جایی لغز شکی داشت روی همین شیخ عبدالله پسر شماره دو، خیلی قشنگ مدیریت کردن. اون رفتار امروز هم هست، اون رفتار مشابه در عربستان داره. همین آقایی که نمیتونی به قیافش نگاه کنی نمیدونی جن انس، همش از الله حرف میزنه ولی تهش تقویت صهیونیست، صهیونیسم. ممکنه درون ما باشه همش از امام حسین حرف میزنه ولی داره امام حسین رو سر میبره در واقع. حالا انشاءالله عرض میکنم روزه هم واسه امام حسین خونده این عبدالله. خیلی باید دقت کنیم، آخر الزمان تشخیص حق سخت میشه، باید ملاکش رو شناخت. این بحث رو نگه میدارم، بحث مهمی انشالله میپردازیم. اما اونی که میخوام محضر شما تقدیم کنم، یه وقتی رسیدم محضر یکی از اساتیدم، یه نکته فرمود که خیلی برای خودم درس بود، چون خیلی بیچارم و خدا رو شاهد میگیرم که برای استفاده خودم اومدم. این بحث و محضرتون تقدیم میکنم، ایشالله یه صاحب نفسی تو این جلسه یا یه نیت پاکی تو این جلسه پیدا بشه، نیت کنه ارتباط بگیره با مولانا و مولا الکونین ابن الحسن و الحسین حضرت حجت صلوات الله علیه، این نگاه هم به من بکنه. یه صلوات من علیه همه مشکلات ما آقا در استفاده. خب برای خودم دارم میگم، اگه یه جایی توش خدایی نکرده توصیه بود شما شنتون عجله، برای خودم که از همین بیچاره ترم دارم عرض میکنم، برای بلند میگم شما هم بشنوید اشکالات شو بگید. گاهی ما 20 سال 25 سال با استعدادهای حداقل متوسط تلاش میکنیم، آقا شبی نیست با کتاب نخوابیده باشیم،
همین لگن ما رو الان این بری درش رو بکنی، شرط بندی بالای 50 کتاب بشه. 21 سال هم هست درس میکنم، من میبینم به هیچ جا نرسیدم. یه خورما فروش، اونم مغازه نداشت، یه دورگرد خورما فروش بود. این یهو شد مخزن اسرار ولایت امیرالمومنین میثم تمار. این خیلی درس خوند اینطوری شد. ابدا نمیخوام درس خوندن و تلاش و زیر سوال برم ابدا. حالا ان شاء الله با هم باشیم، ان شاء الله به زبانم جاری بشه اون چه باید بگم. طلبه باشی یا دانشجو باشی، داری درس میخونی، زور میزنی، بعد میبینی اونی که میخوای نمیشی. بعد مثلا میگن بله کاسب بازار کوفه صاحب سر امام صادقه، مرجع تقلید 1300 سال شیعه کاسبه. هشام ابن حکم عالم عقیده شیعه یه کاسب بین المللی بوده. باید غیر شیعه عرض کنم خدمت شما که بنکداری میکردن. این چطوری و اینطوری شد؟ چرا من هرچی میدونم نمیرسم به جایی؟ خیلی اونا درس میخوندن. یا نه بله فضایشون انجام میدادن، ولی یه نکته ای بود که الان من ندارم، یه چیزی داشتن که من ندارم. الان میگن علمای با استعداد ما 50 سال خوب درس بخونن مشترد مطلق میشن. اصلا معلوم نیست دوراره 50 سال هم کرده یا نکرده. فرق اینا چیه؟ استعداد ما کم شده؟ نه آقا، اون یه چیزی داشت که ما نداریم، اون رو باید دارم. او یه داشته ای داشت که من اون داشته رو ندارم. اما اگه آدم ندونه یه وقت یه چیزی نداره جیبتو میزنن، خب اصلا نمیدونی جیبتو زدن. تا وقتی نمیدونی آرامش مجازی تو از دست نمیدونی، راحتی میری خونه میبینی اه مثلا فرض کن چه کارو زدن، بعد اون وقت به استرس و اضطراب و قلقله میفتی. تا وقتی نمیدونی زدن آرومی. ما رفقا در نبود امام زمان سلام الله علیه یک آرامش مجازی داریم، نمیدونیم چی نداریم لذا آرومیم. بعد هم میبینی قشنگ برنامه ریزی میکنیم، میبینیم مثلا این انتخابات نتونست اون یکی فلانی بیاد کارا رو درست کنه. من نمیخوام بگم حکومت اسلامی کارا رو درست نکنه، بعد نگیریم گوهر ارزمون بگیریم. من چون نمیدونم چیو از دست دادم آرومم، مثل اینکه جواهر دست بچه باشه بهش میگن یه فرغون پفک بهت بدیم عوض میکنی، میگه آره. بعدم میره میگه یه دیوونه بود سنگ بهشتن یه فرغون پفک بهت، کلی هم خوشحاله، آرامشش هم حفظه، ولی آرامش مجازیه چون صورت ذهنی نداره از اینکه چی رو از دست داده. صورت ذهنی نداره، میگه یه فرغون از خوراکی لگو از بازی میفهمه. صورت ذهنی داره برای این، برای اون نداره. برای همین آرام هم هست، از دستم بده ناراحت نیست، اصلا آرامش داره. این استاد بزرگوار هم یه مثالی زد، خیلی مثال خوبیه. میگفت یکی از رفقای ما خدا شاهده نیت کردن ان شاء الله توجه کنید هر کی امشب از بین ما یه نفر با امام زمان ارتباطش گره بخوره، حداقل بفهمیم چقدر بدبختیم. روح رفتم خونه یکی از فامیلامون، خواست من سوال کنه. من چشم همچون خب ما اینطوری یه جایی که بریم کجا چشمون میگیره؟ کتاب خونه رو کتاب خونیدم، یه جلد دوم فلان کتابی که چاپ سنگی یا خطیش فقط هست نیست، در اون علوم قدیبه هست، هیچ جنیس اینجا هست، در به در من بیشتار دنبالشه. این چیه؟ و علوم غریبه همش رمزی نوشتن دیگه، شما نمیتونی بخونی. یه بار چه ارتفاعی توش نشسته من نمیشه خوند. گفتم اینو میدی به من؟ گفت آره مال شما، افتخارم میکنم. به درد نمیخوره شما، نمیذاری دور.
روح آرامش داشت از این که اینو از دست داده. چرا؟ چون صورت ذهنی نداشت. چی؟ نداره. من سوال میکرد تو اون سه ساعت که من سوال میکرد، من نمیفهمیدم به همچی جواب میدم، چون من صورت ذهنی دارم چی به دست میکنم. اون نمیدونست چی از دست داده. آرام بود. محبت های دنیایی به ما آرامش مجازی میده، نمیدونیم چی نداره. من که میدونستم چی به دست آوردم، این سه ساعت یه جوری بپیچونم اینو برم شب تا صبح ببینم این کتاب چی. ما میان توی حضرت امام حسین صورت ذهنی نداریم زدیره طاهره ما نظر میکنیم. چون صورت ذهنی نداریم لذا بنابراین نداریم بیان استفاده کنیم. اگه امام میگفتن که ببین فلانجا که داری میری زیر زمینه، مثلا بانک مرکزیه، و بعد گفتن یه دهه آزادی هر چی میخوایی طلا جواهر ببری، همه با ساک میومدیم آماده استراحت کرده که دست پر بریم، چون صورت ذهنی از طلا داریم، از پول داریم. ولی چون هیئت امام حسین رو صورت ذهنی نداریم، اصلا با کیسه و ظرف نیومدیم، ظرفم رو خالی نکردم بیام اینجا پر کنم، آماده نیستم، نمیدونم اینجا چیه، صورت ذهنی ندارم. مثلا میگم فلانجا مدداش چیه، فلانجا سخنرانش چیه، فلانجا شامش چیه، من صورت ذهنی ایناست. صورت ذهنیم ارباب نیست، ظرفم خالی نیست، نیمدم اصلا کنش کنم. لذا شهرونده سید و شهدا هستم که هر سال میام، هر سال دست خالی میام، تکونم نخوردم نسبت به قبل، خودم هستم بازم گیره اینم که قرار گناهم، آماده نیستم، نمیدونم کجا آمدم. نمیدونم که اینجا نیاز نیست بیایی 50 سال درس بخونی. درس خوندن خوبه سر جاشا، اول داره میخوام اونو به کوبم خدایی میکرده، ولی اینجا اگر کسی ظرف دلش رو خالی کنه بیاد پرش میکنن. من هزاران رکعت نماز خوندم، معلوم نیست یه پاپاسی بیارزه، یه زهر که نمیدونم 30 رکعت نماز خوند یا نه، اومده 1400 سال ما با افتخار به اون سلام میکنه. ما نمیدونیم، نمیدونیم چه خبر اینجا، نمیدونیم کجاست، گنج رو نمیشناسیم. مثل اون بچه میمونیم که براش اینو سنگ ریزه است تو حیابو هم. گیر فضای مجازی هم، گیر ریای مجازی و حقیقی هم، بدبخت هم خودمون هستم، ما خبر نداریم. اگه با ظرف خالی بیام اینجا چی هم میدن، چی توش هست، چون نمیدونم نمیخوام. ما از این سفره اون منوی رو که خودمون می صورت ذهنی داریم انتخاب میکنیم، نمیدونیم چه خبره. چیزای دیگه هم هست، نمیدونم. مسیری که من دارم میرم اون مسیریه که برهان و استدلال. آقا 21 سال درس میخونم به اینجا نرسیدم، 70 سال دیگه هم درس بخونم یه قدم از الان خوبش جلو. نمیخوام بگم بده ها، ولی یه عالم دیگه است. استاد ما این مثال زد، گفت مثلا اینکه بابایی بچه شو دوست نداشته باشه، شما بخوای با استدلال بگید بچه تو دوست بدار، این مسیر استدلاله، بگی مثلا از خون توه، براش زحمت کشیدی، این کجا اون معرفت فطری پدر به پسر، اون با استدلال حاصل نمیشه، اون برهان محبته که کار میکنه. برهان محبت شما برای سید ابن عبدالله حنفی، خودم و فرزندانم به فدای او، اگر 100 سال استدلال میکردی با استدلال حاضر نمو صورتش جلو تیر نگهدم،
محبت به مولا بود که تیر رو وقتی میفرستادن سرش رو زمت تیر میبردن. اون رو برهان نمیشه دستان. چی رو اونا داشتن که ما نداریم رفقا؟ اونا امامشون رو میدیدن ما نمیدیم. چرا آرامش دارم عادیه برام؟ اصلا من هیچ جای زندگی این تنبود درست نمی کنم. چون صورت ذهنی ازش ندارم، نمیدونم چی ندارم. توی آدم که تو قار زندگی میکرده از بعضی از مثلا مظاهر تکنولوژی بیخبره، آرامش داره. بیالیزا شاید دلش بخواد، اونجا نمیدونه. من ابدا نمیدونم چه خبره. رؤیت امام یعنی چه؟ یک لحظه دیدار امام سیر میده یعنی چه؟ یک لحظه نشستن تو خیمه ارباب انسان رو زیر رو میکنه یعنی چه؟ من نمیدونم، چون صورت ذهنی ندارم، نمیخوام. تو خواسته هم نیست، چون نمیدونم چیه، خبر اصلا ندارم. خوش به حال اون کسی که عرصه زندگی بهش تنگ شده از غیبت امام زمان. من که خجالت زدم. در 20 میلیون تومن پول به زحمت جمع کرده باشی یا حالا 100 میلیون پول دارتر هستی، بزنن ازت ببین چه حالی بهت دست میده، آرامش رو تو از دست میده. امام زمان رو نداریم، اونجوری آرامش از دست دادیم. به قول اون شاعر میگفتش که از چوب که کمتر نیستی، حنانه شو. اون ستون حنانه پیغمبرش تکیه میداد، سخنرانی میکرد. وقتی منبر ساختن واسه پیغمبر، تکیهش از اون جزء نخل، یعنی اون نخل خشکیده، تکیهش حضرت رسول الله برداشت بیاد بشینه رو منبر، ناله زد این ستون. رسول خدا رفت ستون رو بغل گرفت. از چوب تو کمتر نیست، حنانه شما. من فراغ امام زمان چون صورت ذهنی ندارم، اصلا آرامشم سر جاشه به صورت مجازی، نمیدونم چی ندارم. اون فهمید، اون فهمید، من نفهمیدم. چرا یه نفر پولشو ببرن 100 میلیونش از جیبش بزنن، چکاشو ببرن حالش به هم میخوره؟ چون میگه یه سری از تواناییام کم میشه، قدرت خریدم کم میشه. بهش میگن آقا هر چی ازت بردن دو برابرشو قدرت خرید بدون، میگه ناراحت میشه. یعنی اون نقصی که داره باعث این تلاطمش میشه. من بیچاره چون صورت ذهنی ندارم، این نقص رو اصلا حالیم من نیست. که امام زمان صلوات الله علیه اگر یک لحظه کسی اون رو ببینه چه اتفاقی براش میفته. از زهیر عثمانی تا زهیری که بعد از قمر بنی هاشم گفت 70 بار منو بکشن بسوزونن بعد میگردم، چی بهش سید الشهدا داد که اینطور تغییر کرد؟ این اکسیر چی بود؟ برهان بود؟ استدلال کرد؟ تا حالا شما کتاب دینی خوندید یا عاشق خدا شدید؟ با برهان یه چیزی داره آقا، وجود مبارک امام معصومش اون هدایت به رؤیت. از رسول خدا نقل که فرمود آه برادرانم، یا رسول الله برادرانت مایی دیگه، اصحابی؟ فرمود نه، شما منو میبینید، اصحاب منی، برادران من اون کسانی هستن که ما رو نمیبینن و به ما ایمان دارن. این نشون میده ما خیلی بیچاره اینجا اون اتفاق میکنن. ما ندیدیم امام رو، ندیدیم امام رو، نفهمیدیم. نفهمیدیم که میگه یه شب تا صبح تو نخلستان با علی ابن علی طالب بودم، صبح که میخواستم برم احساس کردم که سینم از همه عالم وسیع‌تر شد. ما ارتباط نداریم با امام زمان، صورت ذهنی نداریم از مهدی امام خلاف الله علیه مهدی فاطمه. همینطور از این مجالس برای همین است. و
وجود مبارک امام به کتاب کافی رجوع بفرمایید، کتاب الحج، کتاب التوحید. از مصر طرف اومده میگه هر کی از حالشو میگیرم، هر کی ادعا میکنه موحده بیاد من 1.5 سود میزنم این زمین. میگن اونجا جعفر بن محمد میره تو خیمه میگه اشهد ان لا اله الا الله، چون کتاب که میخونیم میگه حرفی نزدن. که یه مورد دیگه داریم، طرف تا میره تو خیمه حضرتو میبینه میگه سب کنید میرن برم بیرون دوباره میام. به لکنت میافته. یه مورد دیگه داریم زندیق کشتنش، اینم در کافیه. میگفتش که همه اینایی که میبینید، ببخشید دستم سمت شما میدهید، خاک بای شما، منظورش آدم های دوره مسجد حرام بود، دوره کعبه. و اینا همه شون چار پنگ الا ها و شیخ الجالس، جز اونی که اونجا نشست. این کسی بود که شیعه و سنی میگن 7000 روایت جعل کرده، کافر کشتنش. دایی نداره تعریف از کسی بکنه. گفتن اون کیه مگه؟ گفت من یه روز اومدم اینجا شروع کردم به تیکه انداختن، فلسفه خونده بود. یکی یکی اینا رو میزدم زمین، بهم گفتن برو از اون بپرس. گفتم اونم با یکی مثل شماست. بعد متن آورده میره مقابل امام، گفتگوی امام با او کمتر از یه صفحه است. بعد میگرده میگه ما هذا به بشر، این بشر نیست. امکان روحانی یتجسد اداشا و یترب و اداشا و آزاق و بر این ملکوتی. از کجا فهمید؟ وجود مبارک امام معصوم و رفقا گبر هم ببینه تشخیص میده یه فرقی با بقیه داره. خوب دقت کنید چی عرض میکنه. امام عادی رو میخواستن ترور کنن، یه مجزیار وحشی استخدام کرد، متوکل رو وقتی داشت آقا از اون در میومد بره تو این در که ورودی کاخه، اینو حمله کنن، چون این برده ها از جنگ اومده بودن، با مسلمان ها بد بودن دیگه، کافر بودن، تو جنگ دستگیر شده بودن، فامیلاشون کشته شده بودن، کینه داشتن. خب اون اگر بکشید آزادتون میکنن. بعدم میخواست بگه مثلا یه مش وحشی انتقام از اسلام خواستم بگن آقا رو ترور کردن. بعدم اون 50 تا رو خوبش میکشیم اخیرا امام عادی راحت میشیم. اینا وایسادن امام عادی که وارد شد، طرحی بود که اینا بکشن امام، اینا به سجده افتادن. اینا به سجده افتادن، هرچی اینا رو شلاق زدن بودن نشدن. گفتن ما اون نوری رو که هنگام بت پرستی احساس می کردیم بت ما داره در این مرد دیدیم. از این مثال ها بخوام از هدایت به رویه بزنم تا آخر دهه مثاله، روایت داره، یکی دوتا هم نیست، یکیش اشکال داره، دوتاش اشکال داره. اینه که شما می بینید وقتی می خواستن، بعضی شهدا هستن آقا، وقتی می خوان بهشون میگن آقا رجعت میکنی بیا این دنیا، میگه باید دردهای قبض روح و اون سختی های قبض روح دوباره بکشن. میگن بله، میگه نمیخوام بیام، انقدر سخته. ولی شما بهتون یاد دادن در دعای عهد بگی اللهم حال بینی و بین الموت، اگه بین من و مولای من مرد فاصله انداخت. این یه روز بیاد که ما نباشیم. این حال بینی به بین الموت الذي جعلته على عقابك حتما مقضیا، اون شهیدم که شده باشم، در قرب خدا هم که باشم، در نعیم الهی هم که باشم، در بهشت الهی هم که باشم، فخرج نیمن قبری، منو برم گرد، حاضرم درد و سختی های قبض رو دوباره تحمل کنم. فخرج نیمن قبری، من از قبرم خارج کن، معتذرم کفنی شاهرن سیفی مجردن قناتیلی ملبین دعوت داری ها؟ که چی؟ من این همه مصیبت میکشم برگردم به این دنیا که چی؟ تو دعا عهد ما یاد دادن که چی میگیم؟ اللهم ارن طلعت الرشیده، بیام که ببینمش،
چون من با دیدن او به جایی میرسم به دنها به اینجا نمیرسم. از قرب حضرت از نعیم برم گردون این دنیا که چی؟ اللهم ارنا طلعت الرشیده و الغرت الحمیده و اکفال ناغهی من افرات منی برن. یه نظر به او کنم اینو سرمه چشمم کن درمان درمان بده. اینی که در روایات میگه وقتی مهدی سلام الله علیه بیاد پا رو هر نقطه از زمین بگذاره، ما نمیفهمیم که زمین و آسمان حفظ کرده نعماتش از ما یعنی چی. آرامش نداریم، با آرامش های مجازی خودمون رو سرگرم کردیم مثل کسی که نمیدونه جیبش رو زدن کاغذ تو جیبش نخور. میگه زمین هر جای زمین پا بگذاره اونجا زمین مخازن و معادنش رو میاره رو. یه روایت نیست ها رفقا، یه روایت نیست که بگه ها یکی اینجوری. ما صورت ذهنی نداریم، وگرنه مثل امام صادق وقتی اسم مهدی سلام الله علیه می اومد فرمود ها ای کاش من رو می دیدم، لو ادرکت رو اگر رو می دیدن نوکریش رو می کرد. ما خبر نداریم، ما چه میدونیم امام زمان سلام الله علیه وقتی تشریف بیاره یارانش رو جوری پرورش میده که در روایات ما اوصافی در حد اوصاف ائمه معصومین به یارانش داده. اینا فقط مال استعداد شخصی نیست، ما محرومیم رفقا. اگر امشب من موفق شده باشم این خلل بیچارگی رو در دل یکی از شماها شمعش رو روشن کنم، امید دارم امام زمان به ما نظر کرده باشه، چون امیدش از ما قطع نشده که ما رو افتاد. آقای ما از روز به ما امید چرا بکنم امشب که شب اول سفره پنج سید و شهداست بر سر سفره صاحب قضا نشستیم که این ماهاش هر قطعا ما به اندازه عبید الله عبد جوفی که ناصری بود با آقا نسبت داریم که به ما سر بزن. خدا نکنی که سر صفرش بیاییم و بعد از دهه دست خالی برگردیم. آقا جان ما مثل بچه یتیمی هستیم که پدر سفرش پدرمون رو کم کردیم بودن پدر مایی فرمودید انا و علی ابا رازه ما دار و ندارمون از دست دادیم. منافقین کاری کردن ما نفهمیم چی از دست دادیم، آرامش ظاهری داشته باشیم. این بود که هی شما میبینی با اینی که امام صادق صلوات الله علیه ائمه خدا از صد تا ند و سخنران بهتر مجلس بلند اداره کنن و عمیق‌تر، تا میبینن فرصت برگزاری مجلس هست به شاعر میگن بخون. امام صادق کمتر از اون شاعر بلد نیست، خواهد به ما یاد بده. والله این سفره سید الشهدا سفره معراج میتونه باشه. قسم به وقتم گذشته اگه سراغو کم کنید رسول الله به ما یاد داده. هم شیعه اینو نقل کرده رفقا هم اهل سنت. حالا گم شدن حسن به ظاهر، میخواست رسول الله این خبر رو بده، اومدن گفتن یا رسول الله حسنین نیستن، رفتن بالاخره پیدا کردن. نقلا متعدد، هم شیعه متعدد نقل کردن اهل سنت متعدد نقل کردن. اون شانه‌ای که حیدر کرار روش پا نتونست بگذاره
رفت و گفت کمرم لرزید. در روی یه شانه امام مجتبی نشست، روی یه شانه سید الشهدا. تو فضای عرب این حرف بی ادبی نیست. یکی اومد گفت نعمت المطیه یا رسول الله. به به، مشبهالشون کجا نشستن؟ همه یه اهل بیت آقدس امام حسین فرمود نعم الراکبان، افتخار میکنن که اینجا نشستن. همه عمرشون اهل بیت میخواستن به ما میگن باب النجات اینجاست. الحمدلله امسال زنده بودیم رسیدیم، بخواهیم که از این سفره دست پر بگیریم. پیغمبر افتخار کرد اون نعم الراکبان، به 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 اونی که نشسته. در حالی که کان جبریل بین یدی رسول الله که قعدت العبید، جبریل از عرش میومد مثل برده مقابل پیغمبر مینشست. فرمود افتخار میکنم که چه کسی اینجا نشست. در یه روایتی دیدم از اهل سنت که میگن هیچ وقت اجازه نداد حسینش در کودکی رو زمین بنشین، در آغوشش میکشید، رو شونش مینشست. اگر پیغمبر این قدر رحیم به حال ما نبود، اجازه نمیداد اینطوری جگر گوشش پرپر بشه. این روایت رو هر سال خوندیم و بازم عرض میکنم. مادرش فرمود که من راضی نیستم، این امت لیاقت ندارم. رسول خدا نقل که فرمود فاطمه جان هدایت امتم وابسته به این لیاقت. سرمایه گذاری سنگین کرد رسول خدا. حدیثان علیه ما عنه تو دار ندارش رو پای امت رید. الحمدلله که ما رو راه داده میشه. خب خدا بهش متوسل بشیم که دست خالی نریم، به حال نینجامه، در ما استقرار پیدا کنه. بس هم باشه، وقتم گذشت. همین که بیایی تو مجلس هر بار وقتی سرمایه گذاری کرده یه نفر برای بچهش، برای عزیز دلش پول خرج کرده درس بخونه، همین که میبینه این بچه درس میخونه برای او تشکر. صدیقه طاهره وقتی ببینه ما دوست داریم که مسیر رو به سرش حرکت کنیم از ما راضی میشه. اگر نه فرمود من راضی نیستم، لا حاجت علیفی، حسینم نیاد اصلا به این دنیا. بس هم باشه. یه جمله عرض کنم قربان اون آقایی که شباهت های سید الشهدا داره که هیچ کس نداره. وقتی تنها شد، غریب شد، تو کوچه ها راه میرفت، چپ و راست رو نگاه میکرد، نگران از این که مولا داره میاد بزن رو بچه. روز شد، درگیری شروع شد. درگیری که شروع شد ساعتها جنگید. یه مرد جنگی در روز زیر آفتاب تشنه. کردن حریفش نشدن، کمکی فرستادن نشد، کسی جرأت نمیکرد بره جلو، تنتایی هم که حمله میکردن آسیب میدیدن. کوفی های راهکاری داشتن، نامردها سر و ته کوچه رو بستن، از پشتبان شروع کردن به سنگ انداختن. استاد بودن، بهشون گفتن جواله، سنگ ها رو می تراشیدن، تیز می کردن، تو فلاخن می کشتن.
اگر به حیوان اصابت میکرد از جا بلند نمیشد. وقتی جمعیت زیادی نقطه رو بزنم بالاخره اصابت میکنم. سنگ پراکنی که کردن مسلم سلام الله علیه از شدت درد نه، از این بیادبی اشکش جاری شد، اینطور فرمود من از خانواده پیغمبر شما هستم، مثل کفار به من سنگ میندازید. من میخوام بگم مسلم جان از این کوچه ها زینب و مذهب دستاش بسته بود جلو صورت نمیتونست بگید. این دختر بچه ها حالی که اینجا اومد من امسان به سه ساله عبا عبدالله متوسلم یه جمله بگم بیان پایین خیلی التماس دارم مسلم جانو موقعی که داشتی میجم دیدی تنها بودی، نگران بچه ها نبودی. نامحرم به اینها نگاه نکن. اینا یتیمای اون اربابی بودن که هیچ یتیمی در کنارش احساس عدم آرامش نداشت. ز خانه ها همه بوی تمام